سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان برنامه یوتیوبی چالش برتر. امروز هم باز در مورد افغانستان و طالبان و رود هیرمند صحبت خواهیم کرد، اما به یک کارشناس متفاوتتر و اهل کشور افغانستان. حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکریا مشکور کابلی، متولد 1350 در کابل. شیخ مشکور کارشناس ارشد علوم قرآن و معارف از جامعه المصطفی هستند. ایشان 10 سال سابقه حضور در درس خارج آیت الله فلسفی و آیت الله رضازاده را در کارنامه خود جای دادند. شیخ مشکور به مدت 20 سال مبلغ و سخنران مذهبی و سیاسی در غرب می باشند. ایشان نویسنده 2 رساله در موضوعات سنگسار در اسلام و طعام و طهارت اهل کتاب در فقه مذاهب گارش نمودند. همچنین سابقه شرکت در سمینارهای بین المللی دینی و سیاسی را نیز در کارنامه خود جای دادند. شیخ مشکور حضور فعالی در برنامه‌های گفتگو و مناظره در رسانه‌های معتبر بین‌المللی داشتند. شیخ زکریا مشکور از اعضای جبهه مقاومت ملی اسلامی افغانستان با گرایش ضد طالبان هستند. با افتخار شیخ زکریا مشکور کابلی میهمان این برنامه از چالش برتر هستند. جناب مشکور، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان کانال یوتیوبی چالش برتر. خواستم ببینم که خیلی از عزیزان توصیفاتی از طالبان میکنن و میگن که ما طالبانی داریم که بالاخره خیلی بهتر از این طالبان فعلی هستن. ما چند نوع طالبان داریم در واقع؟ به نام خداوند جان و خرد. طالبان از سال 1994 تا امروز طبیعتاً یک سیر بسیار متشتت، پراکنده، احیاناً متضاد رو سپری کرده. خواستگاه اصلی تفکر طالبان دیوبند است. خواستگاه ساختار و تشکیلات طالبان دوره جهاد جمعیت طلبه افغانستان هست. در طول مدت گرایش های مختلف حتی به متصوفه که داخل جریان طالبان شدن و تکفیری ها که بخش عمده ای از رهبری از ملا عمر تا ملا هبت الله و حتی شبکه حقانی رو در بر می گیرد. در مجموع این که داوری کنیم و قضاوت بکنیم بگیم که در بین طالب ها ما طالب خوب داریم و طالب بد داریم، بله، خب در افغانستان هم چنین تعبیری بود. امریکایی ها می تعبیر رو داشتن. این اولین بار نیست که دوستان ما در ایران طالب رو علی قسمین، طالبون خوبون و طالبون بدون تقسیم میکنن. واقعیش نیست که خب رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای کرزی چنین تعبیر رو به کار می برد. انگلیس ها ای استارت رو زدن، امریکایی ها ادامه دادن. من برداشتم این استش که وقتی آقای کرزی میگوید، وقتی آقای اشرف غنی میگوید، وقتی انگلیس ها میگویند و امروز هم در جمهوری اسلامی ایران شاید برخی ها باشند که بگوین طالب خوب داریم یا طالب بد، از این منظر که برای امریکایی ها کدام بخش از طالب ها تامین منافع میکنند یا برای جمهوری اسلامی ایران چه افرادی از طالب ها، چه ساختارهایی از طالب ها، چه جریانهایی در داخل طالب ها وعده دادن که ما مزاحم جمهوری اسلامی ایران نیستیم، ما با ایران مشکل نداریم. لذا آقای اشرف غنی، آقای کرزی، امریکا، ایالات متحده، آقای مارشال دوستم، آقای خانم، در هر مقطعی از زمان گروه مزدور، اجیر، متشتت، پراکنده، پارادوکسیکال طالب را هر کسی که به استخدام خودش در آورده گفته این طالب خوب است، این طالب برادر ماست، این طالب قابل تعامل. و اما من به عنوان کسی که دید کارشناسی به قضیه دارم، طالب به عنوان خواستگاه دیوبندی که قرائت متحجرانه عقل ستیز داره و به ویژه در تفکر خودش، در تفکر دیوبندی که میکس شده با تفکر سلطیگری و وهابیگری، شیعه ستیزی و تکفیر شیعیان، یک داستان
بسیار طولانی است قبل از حدوث طالبان در خود خاستگاه دیوبند. پس طالب عقل ستیز هیچ وقت نمیتواند طالب خوب باشه. طالب شیعه ستیز هیچ وقت نمیتواند طالب خوب باشه. طالبی که اصل تأسیسش برای زدن دولت جهادی بود، برای شکستن ابهت غرور و عظمت دولت مجاهدین و میراث مجاهدین بود و سپوتاش کردن اون پروسه که در دل جنگ‌های داخلی عملا سپوتاش شده بود، و چنان که من 23 سال پیش در کتاب جریان پشتاب طالبان گفتم، طالبی که جاده صاف کن حضور امریکایی هستن، من در اون زمان گفتم، یعنی سال 1998 دو سال قبل از اینکه امریکایی وارد افغانستان بشن، من اون زمان گفتم که طالبان جاده صاف کن امریکایی هستن. خب به تبع طالب ها با اعمالشان و رفتارشان و کردارشان زمینه رو برای حضور امریکایی فراهم کردن و در طول زمان در این پارادوکسی که ما زد امریکا هستیم از امریکا تامین شدن. در همون 1994، 1995، 1996 تا 1998 تا 2000 که امریکایی ها تصمیم گرفتن که طالب ها رو بردارن و خودشان بین وارد افغانستان بشن، چنان که آمدن و بعد رفتن دوباره طالب ها رو دوباره در داخل افغانستان حکومت رو تسلیمشان کردن. یک بازی دوگانه پارادوکسیکال رو طالبا داشتن. در سطح عوام برای بدنه خود ما زد امریکا هستیم و بعضی در ایران هم اینطوری گفتن بله طالبا بر امریکا پیروز شدن و عامل شکست امریکایی بود، در حالی که اگر یادتون باشه تعبیر که رهبری جمهوری اسلامی ایران در مسئله طالب و نسبتش با امریکا مطرح کرده، 12 بار حضرت آیت الله خامنه ای گفتن طالب پروژه امریکایی است، چیزی که الان 3-4 روز پیش هم جناب آقای سردار حاجی زاده اینو گفتن، برخلاف او حرفایی که متاسفانه بعضی از دوستان سطحی بین میگفتن. یادتون نره وقتی که امریکایی ها حکومت رو، دولت رو، افغانستان رو به طالبا سپردن، حضرت آیت الله خامنه ای تعبیر سپردن رو به کار برد، نگفتن که چی یا چون، گفتن امریکایی ها افغانستان رو به طالبان سپردن. لذا من جنبندی خودم این استش که طالب خوب یعنی طالبی که بله برای فلان شبکه استخباراتی ایران، فلان شبکه استخباراتی امریکا، فلان بحث پیچیده سیاسی و قومی در اشرف غنی، کرزه یا آقای بودوستام یا کس دیگه، بله میتونه طالب خوب باشه، ولی طالب در ساحت اندیشه طالب خوب نیست. طالب در ساحت یک گروه توریستی مزدور جاده صاف کن امریکا که در این مرحله، حرف آخر من نستش که باور من نستش، فکت داریم، سند داریم که در این مرحله امریکایی ها از افغانستان خارج شدن تا بار جنگ و رقابت و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه رو سرباز امریکایی متحمل نشه. با هزینه رایگان این رسالت رو، این وظیفه خیلی بزرگ رو به عهده طالبان گذاشتن که به مرزهای جمهوری اسلامی حمله کنن. از لحظه اولی که وارد شدن تا این لحظه بیش از 15 بار اعلان شده و نشده به مرزهای جمهوری اسلامی ایران حمله کردن، سربازان شما رو شهید کردن، امنیت مرز شما رو تهدید کردن و از حقابه که یک مسئله حقوقی تثبیت شده، حق افغانستان معلوم، حق ایران معلوم، 850 میلیون کوبیک یا متر مکعب آب باید به طرف ایران در سالهای آدی داده بشه. طالب ها آمدن از همین داستان و از داستانهای دیگه برخلاف تعهدایی که، اینه که من میگم دوستانی که میشنون میفهمن چی میگم، برخلاف تعهدایی که قبل از به حاکمیت رسیدن داده بودن، آمدن امروز به دستور امریکایی ها برای اینکه افغانستانی ها رو پشت سر خود قرار بدن و خود را مدافع منافع ملی افغانستان معرفی کنن، عقبه اجتماعی بر خود ایجاد بکنن، آمدن این محرومیت رو. امروز کارشناسا به من گفتن از سال گذشته، آقای قمی هم دارن که اشاره کردن، از پاییز سال گذشته تا امسال 10 میلیون کوبیک آب هم وارد سیستان و بلوچستان نشده، در حالی که باید 820 تا 850 میلیون کوبیک آب وارد میشد. لذا ما طالب خوبی نداریم. چقدر با این گزاره موافقید که در واقع امریکا افغانستان رو با طالبان
مذاکره و عملا در واقع یک گفتگویی بینشون شکل گرفت و تحویل طالبان دادن افغانستان رو. طالبان پیروز میدان جنگ با امریکا نبود، درسته؟ طالبان با جنگ دولت افغانستان رو ساقط نکردند. رابطه امریکا و طالبان مسبوق به سابقه هستش. 25 سال، یعنی ربع قرن، سیستم استخباراتی CIA امریکا با طالبان، وزارت خارجه امریکا در زمان جورج بوش، در زمان آقای کلینتون، از زمان کارل لیندرفورس معاون آسیا اقیانوسی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، ارتباط مستقیم با طالبان داشتن. در روند 17 ماهه قطر، نه در یک روند مخفی، در روندی بدون حضور ملت افغانستان، با حضور آقای خلیلزاد به عنوان یک ابرجاسوس امریکا، به عنوان یک نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، و بعدش در پایان با حضور داشت وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، این روند تحویل دهی قدرت شکل گرفت. یعنی در برابر رسانه ها بود. این نیست که مثلا خب تا حالا نیومدن. یعنی اگر طالبا واقعا طرف ملت افغانستان هستن، اگر امریکایی ها جرأت دارن برای افکار عمومی خودشان اون 300 صفحه کاغذی که با طالبا امضا کردن و در پرتو او افغانستان رو به طالبا دادن، بیاین 10 صفحهش افشا بکنن. از طالبا چه تعهدی گرفتن؟ طالب ها در ازای این که افغانستان رو گرفتن و الان هر هفته جناب نوبری، هر هفته حداقل 40 میلیون دلار وارد شهر کابل پول نقد می شود. امریکا اعلام کرد که در سال گذشته ما نزدیک به 2 میلیارد دلار به طالب ها پول دادیم. اینو رسما امریکا اعلام کردن. اگر طالب ها امریکایی ها رو شکست دادن، اگر امریکا از دشمن شکست خورده، چطور به این دشمن دوباره هفته 40 میلیون دلار پول میده؟ اضافه بر اون، پول واحد پول شما ریال یا تومان چه نوسانایی داشت؟ بالاتر از پول شما یورو در بعد از کرونا چه وضعیتی داشت؟ ولی چرا پول طالبان؟ چرا پول افغانستان؟ هیچ تکان نمیخوره. این ثباتی که در ارز طالبان، پول واحد افغانی طالبان وجود داره، از کجا آمده؟ چطور بانک تجارت جهانی یک کشوری که نه دولت داره، نه مشروعیت داره، نه پشتوانه اجتماعی داره، نه واردات و صادرات داره، نه سرانه درآمد ملیش مشخصه، چطور پول این کشور ساقط نمیشه؟ کشور نفتخیز مثل جمهوری اسلامی ایران که در خیلی از صنایع به خود کفایی رسیده، نمیتواند برابری ارز رو در برابر ارزهای خارجی حفظ کنه، در حالی که عقلا نوابق هستند. 4 تا ملای نادان طالب چطور توانستن پول افغانستان رو در طول 2 سال بدون نوسان حفظ بکنن؟ این حمایت ایالات متحده آمریکاست. به نیابت از ایالات متحده آمریکا، بانک تجارت جهانی به عنوان مأمور نظام استکبار باید این امتیاز رو به طالبا بده. طالبا مشروعیت از آمریکا نگرفتن هنوز. همین کارا رو که انجام میدن برای اینکه شاید بتونن از آمریکایی‌ها مشروعیت بدن، که من به اطمینان عرض میکنم، از طریق شما به طالبا عرض میکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه به شما مشروعیت نخواهند داد. شما رو به عنوان یک برگه استفاده خواهند کرد و زمانی که فرا برسه مثل دفعه پیش شما رو کنار خواهد زد و در فضای جدید شما باز در افغانستان نخواهید. اقتصاد طالبان از چه طریقی تأمین میشه؟ غیر از کمک‌های مالی که فرمودید. ببینید، تجارت سلاح، فروش سلاح، خرید و فروش سلاح، 2 مواد مخدر، چه در گذشته از 200 تا 300 میلیون، بعضی از سالها تا 1 میلیارد درآمد طالب‌ها در نوسان از تجارت مواد افیون و مخدر بوده. پار سال گفتن که ما دیگه تحریم میکنیم و اجازه نمیده در ظل حکومت تروریستی طالبها دیگه قاچاق مواد مخدر صورت بگیره. این برای این بود خرده پاها رو جمع بکنن. ولی امسال سازمان ملل اعلام کرد، کارشناسای جمهوری اسلامی اعلام کرد که تولید و تجارت افیون در افغانستان به مراتب از طول این 20 سال بیشتر شده امسال. به این معنا که تجارت مواد مخدر یک عامل همیشگی در اقتصاد طالبا بوده
مافیای حمل و نقل، مافیای حمل و نقل منطقه‌ای، تجارت سلاح و پولهای استخباراتی در دوره اول طالبها که عربستان سعودی متحد استراتژیک طالبها بود به دستور امریکایی‌ها 3.8 میلیارد دلار به طالبان کمک کرد. امارات متحده عددی پایین‌تر، قطر عددی پایین‌تر. امروز عربستان سعودی چنین حمایتی را از طالبان نداره، جایگزین حمایت‌های قطر شده. قطری‌ها شجاعت این رو ندارن که اعلان بکنن که مثل امریکایی‌ها در طول سال گذشته چه مقدار پول نقد به طالبان دادن. اماراتی‌ها این جرأت رو ندارن که به افکار عمومی خودشون شفافیت ایجاد کنن که چه مقدار پول دادن. حامیان منطقه‌ای طالبان به شمول همه او کسایی که ادعا میکنن که بله ما در طالب نفوذ داریم، بخشی از طالب با ماست، بخشی از ماشین جنگی طالب ها رو حمایت میکنن، ادعا میشه که از بعضی کشورهای منطقه نفت رایگان به طالب ها داده میشه، ادعا میشه که بعضی از کشورهای منطقه همسایه های طالبان برخی از بخش های طالبان کمک های مالی میرسانن. در مجموع در طول این مدت طالب ها از فاکتورهای مختلف در دوره دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم این طالبا بود، یعنی نفت ماشین های طالبان رو اردوی ملی ما و فرمانده هایی که در اونجا نفوذ کرده بودن به طالبا میدادن. یک قسمتی از تسلیحات طالبا رو ببینید، من دیروز با یک جنرال برجسته هموطن خودم صحبت میکردم، ایشون ادعا میکرد میگفت که امریکایی ها 60% توانمندی های ما رو تکمیل و تأمین نمیتوانستن، ولی خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان 100% نیازمندی های طالبان رو تأمین میکرد. آقای رابرت گیت در کتاب خودش نوشته که رئیس جمهور افغانستان، این مستند دیگه، رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی 800 میلیون دلار پول به طالبان داده. اون زمان آقای کرزی ادعا کرد، یک فیلم رو افشا کرد که انگلیس ها در هلمند با نقدینه با چمدان به طالبان پول میدن، فیلمی که امریکایی ها گرفته بودن با آقای کرزی دادن قبل سال 2010 برای که انگلیس ها رو از منطقه هلمند بیرون برانن و امریکایی ها به جاشون بیان. این فیلم افشا کردن که دیپلمات انگلیسی به طالبان داره، آقای کرزی دادوغال کرد که چه خبره، چه دیپلمات های خارجی این کارو میکنه. امریکایی ها ادعا کردن که آقای کرزی به طالبان پول میده، رئیس جمهور افغانستان ادعا کرد که انگلیس ها و سندش هم نشر کرد. بعد خود آقای رئیس جمهور اعلام کرد که امریکایی ها با هواپیمای خود طالب ها رو از جنوب به شمال افغانستان منتقل میکنن. طالب ها اعلام کردن، سخنگوی طالب ها اعلام کردن که بخشی از همین توریست هایی در داخل سیستم اسفنجی توریستی طالب ها قرار گرفتن، داعشی ها رو، امریکایی ها داعشی ها رو از محاصره طالب ها نجات میدادن یا برخی از طالب ها رو به مناطق دیگه منتقل میکردن، مثلا طالبان تی تی پی رو. اسناد امنیتی میگه که طالبان تی تی پی رو، یعنی طالبان پاکستانی رو، از این طرف مرز با تجهیزات هواپیمای امریکایی وارد صوب سرحد آزاد میکردن و الان این داستان ادامه داره. لذا بخش های مختلف طالبان، شبکه حقانی، شورای میرانشاه، شورای مشهد، شورای قندهار، شورای کویت و و و هر کدامش از کانال های مختلف تا امروز خودشون رو تامین کردن. عرض کنم خدمتون که این مشکلاتی که ما با طالبان داریم و البته میشه گفت با افغانستان، ایران با افغانستان داشته، اون هم این بوده که خب افغانستان هم حق آبه ایران رو در دولت قبلی و در حکومت قبلیش اون هم حق آبه ایران رو پرداخت نمی کرده. فرق در واقع دولت قبلی افغانستان و با دولت فعلی افغانستان تو چیه برای ایران؟ تنش های آبی بین کشورها مسبوق به سابقه است. الان جمهوری اسلامی ایران با عراق، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با ترکیه،
چالش آبی دارن. درست. در کشورهای مختلف این چالش بوده. بین ایران و افغانستان از قدیم الایام این چالش ها بوده. یک سند حقوقی تنظیم شده، حداقل هایی که به دو کشور ملت داده شده قانونمند در اون سند تنظیم شده. تا قبل از طالبان تمام دولت های افغانستان ملتزم به این عهدنامه بودند. در تمام دوره جمهوریت 20 سال گذشته شما یک بار نشان بدید که بحران به این حد برسه که رئیس جمهور به جمهور جمهوری اسلامی ایران بیاید و سر مرز اعلان بکنه که ما به هر گونه ای شده است حق خود ما را میگیریم. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنن، بسیار جدی بگیرن. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. این حق رو معتقدن که، یا برخی به ما خبر میدن که سد آب اونچنان نداره، یا بخشی از این سد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره. در نبودن آب که ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود داره این حق مردم باید داده بشه. ما حق مردم رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم ضایع بشه. بدانن دولت مصمم حق مردم رو بگیره در همه شون. از حاکمان افغانستان میخوام که این مطلب بنده رو بسیار جدی بگیرن و سریعا اقدام کنن که مردم سیستان و بلوچستان به حقشون برسن. آقای روحانی در دوره ریاست جمهوری حرف زد، آقای خاتمی حرف زد، آقای احمدی نژاد حرف زد. اینا که نزدن پی میبریم چنین بحرانی وجود نداشته. نه اینکه آقای رئیسی غیرتش نسبت به منافع ملی ایران، مردم سیستان و بلوچستان بیشتر از آقای احمدی نژاد یا روحانی یا خاتمی بوده. در طول دوره مثلا آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و آقای خاتمی که دولت‌های مختلف در ایران در همینطور 20 سال شده، هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران شاهد این بحران نبوده. تا دولت، تا ملت، تا سپاه، تا ارتش، تا نماینده ولی فقیه، تا وزیر خارجه، تا همه دست به کار بشن که آقا با بسلا دیگه بسه دیگه. بله، در دوره جمهوریت آقای اشرف غنی برای اینکه پشتوانه اجتماعی برای خودش ایجاد کنه، زمانی که از یک انتخابات تقلبی به دستور امریکایی‌ها رئیس جمهور شده بود، چون عقبه اجتماعی نداشت و به دستور امریکایی‌ها، بله، در این قسمت که آقای اشرف غنی در یک مقطع حدود مثلا 5-6 ماه قبل از سقوط نظامش حرف‌هایی رو میزد که امروز ملا هیبت الله میزنه و دستگاه استخباراتی طالبان میزنه، بله، به دستور امریکایی‌ها. آقای اشرف غنی آمد لباس سیستانی پوشید و اونجا گفت که به اصطلاح ما آب میدیم، به ما نفت بدید. چند کلمه سر همسایه ما جمهوری اسلامی ایران صحبت کن. او که در گذشته چی بودیم، چی داشتیم، نداشتیم، او گپ تاریخ است. مائده علمند، مائده کل افغانا با ایران. مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلی علمند دست افغان است، با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ ما مذاکره است. که تل را که بیاران او بو غوالا. ولی این ادبیات قابل قبول برای دو ملت افغانستان و ایران نیست. من به عنوان یک افغانستانی که ملتزم به حفظ تمامی منافع ملی افغانستان هستم و حاضر نیستم که ذره از منافع ملی افغانستان عدول بکنیم، اما هیچ وقت عقل و خرد به من اجازه نمیده که منافع ملی رو کارت استخباراتی بسازیم برای ایجاد بحران به نفع امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. چیزی که ما اینو قبول نداریم، چیزی که ما ملت افغانستان باور نداریم. همیشه نظر کارشناسی حرف آخر رو خواهد زد. کارشناس‌های آبی ایران، کارشناس‌های ایرانی افغانستان می‌توانن بررسی کنن که در چه سطحی، در چه عمقی آب وجود داره، چه کسی و آیا آب سرازیر شده نشده. خب اینو دیگه بسته کار رسانه‌ای نیست، کار که طالبان مدافع منافع ملی ملت افغانستان نیستن. چون طالبان در 10 سالی که سد کمال خان اعمار می شد
به دستور شبکه استخباراتی منطقه 1500 نفر نگهبان سد کمال خان رو کشتن و روندی که 2 سال تا 3 سال یا 4 سال به تکمیل می شد طالبهایی رو به 10-12 سال کشاندن. آیا طالبانی که 1500 نفر افسر و نگهبان و مهندسی که برای سد کمال خان در دوره جمهوریت کار میکردن طالبها اونها رو کشتن، امروز در این که ما برای ملت افغانستان مدافع منافع ملی هستیم و حق آبرو مدیریت میکنیم اجازه نمیدیم که ایرانی ها بیش از حقشون بگیرن، آیا این ادعا صداقت داره؟ قطعاً هر خردمندی که در افغانستان باشه میدونه که طالبان صداقت ندارن، چون طالبان یک روز تعهد میکنن، طالبا یک روز در تخریب سد کمال خان حرکت میکنن، ولی امروز چون امریکایی ها بهشون دستور دادن به خاطر اینکه تأمین منافع امریکا بشه، تأمین خواسته امریکایی ها بشه، اون بخشهایی از موافقت نامه دوحه که از طالبان تعهد گرفته بودن که ما شما رو مزدور خود علیه ایران، علیه چین، علیه پاکستان، همین قضیه که امروز مطرح شده، مسئله انتقال تی تی پی طالبان پاکستانی از مشرقی و جنوب شمال افغانستان. خب تا دیروز طالبان گفتن که ما به هیچ وجه در افغانستان نیروی مسلح غیر افغانی نداریم، ما هیچ گروهی توریستی وجود نداره. الان امروز سخنگوی طالبان رسما اعلام کرد که بله ما نیروهای تی تی پی رو، یعنی نیروهای مسلح ضد دولت جمهوری اسلامی پاکستان رو، از این مرزها به دستور پاکستانی ها به خاطر پاکستانی ها منتقل کردیم به شمال افغانستان. برگهای مختلفی رو طالبان به خاطر تأمین منافعی که سرویس های استخباراتی چه ایران، چه پاکستان، چه امریکا، چه روس، چه چین، به خاطر تداوم حیات زلیلانه طالبا از اونا انتظار دارن، طالبا انجام میدن. مشکل در این است که من یک بار در بی بی سی هم گفتم، جای دیگه هم گفتم، در پروژه فریب وقتی که طالبها ضد امریکایی ها یک عمل رو انجام میدن، مثلا فلان هواپیمای امریکایی رو برای ایجاد اعتماد به نفع جمهوری اسلامی میزنن، طرف جمهوری اسلامی احساس میکنه که بله طالبان کسانی هستند که می توانن امریکایی رو به چالش بکشانن، در حالی که دولت اون زمان افغانستان حتی توانمندی نداشت که داعش رو از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دور بکنه. خب طالبان آمدن گفتن ما داعش رو از فراه دور میکنیم، بیایید با ما کنار بیایید، و این دلیلی بود که متاسفانه این تعاملات ایجاد شد. ولی این یک رویه نیست، یک طرفه نیست، قطعا به نفع پاکستان، به نفع روسیه، به نفع چین. همین چالش الان بین چین و طالبان ایجاد شد وقتی که قراردادهای معادن افغانستان رو طالبها بدون قرارداد، بدون مزایده، بدون مناقصه، بدون هیچ روند اداری در اختیار چینایا قرار دادن، امریکایی ها برخلاف اون چیزی که طالبها در دوحه به اونا نوشته بودن ناراحت شدن، بلزه اعلام کردن که ما تحمل نداریم که بسیار شما همه معادن افغانستان رو تحویل چینی ها بدید. این قضیه جای دیگه هم تکرار میشه. خیلی عالی. اگر ایران در مسئله پنج شیر ورود میکرد، آینده افغانستان تغییر میکرد؟ ببینید، حادثه آغاز مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در پنج شیر باید در زمان خودش با ادبیات خودش آنالیز بشه. این که اونجا چه اتفاقی افتاد، شاید هنوز زود باشه که خیلی از موضوعاتی که هنوز جز اسرار نظامی هست مطرح بشه. من نه مدافع جمهوری اسلامی در این قسمت هستم و نمیتونم در ساحت جبهه مقاومت از طرف برادرم آقای احمد مسعود اینجا سخنگویی کنم. پیچیدگی‌هایی در این داستان است که نمیشود به راحتی موضوعات رسانه‌ای کرد. ولی فراموش نکنیم که اراده قبل از سقوط جمهوریت بر این بود که نظام جمهوری اسلامی افغانستان بمانه. بنده این باور رو دارم، شاید کسای مخالفی نظر باشن، دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود با روش‌های مختلف، این نظام ساقط نشه.
جمهوری اسلامی ایران تا آخر لحظه. زمانی که امریکایی‌ها در تضعیف ساختار امنیت ملی، ارتش و پلیس ملی ما مبادرت کردن، شاید طرف ایرانی خیلی تلاش کرد که این قضایا جبران بشه، ولی آیا طرف افغانستانی، طرف افغانی به عنوان دولت، به عنوان نخبگان، به عنوان اهالی مقاومت سابق آیا همراهی کردن؟ من اون روزای اولی که انتقاد داشتم، اون روزای اولی که گلایه داشتم که چرا ملت افغانستان رو، حضرت آیت الله خامنه ای میفرمایید که ما طرفدار ملت افغانستان هستیم، چرا زیر چنگال های طالبان رها کردید؟ استدلال بعضی از دوستا این بود که چه کسی خواست مقاومت بکنه و ما حمایت نکردیم. و الان هم احساس من این استش که نه تنها جمهوری اسلامی ایران، شاید مخاطب این داستان این قسمت همشهری های خودم باشه، نه تنها جمهوری اسلامی ایران که همه منطقه و حتی اروپا و حتی همه بلوک غرب این رو میگوین چه کسی در افغانستان مقاومت میکند و مورد حمایت واقع نمیشود، چه کسی در برابر یک جریان تروریستی ایستاده و منطقه و جهان از او حمایت نمیکنه. این سوالی است که باید نخبگان ما پاسخ بدن. اگر من مقاومت کردم حمایت نشدم؟ اگر من مقاومت کنم منطقه و جهان من رو به عنوان یک انسان خردورز، اعتدالگرای، تقریبی اهل این دیار حمایت نمی کند؟ احساس من اینه که بسیار پاسخ منطقه مثبته، پاسخ جهان مثبته. بنده در ویانا از غربی ها شنیدم که جواب مثبته، که ما به عنوان یک مجموعه کوچیک در جبهه مقاومت ملی اسلامی به رهبری آقای احمد مسعود. الان من احساس میکنم وقتی ما مقاومت کردیم بر اساس منطق قرآن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما مقاومت کردیم، سختی های مقاومت رو تحمل کردیم، فرزندان ما در کوپایی های هندوکش و بابا شهید شدن، الان هم حضور دارن، الان آرام آرام منطقه و دنیا دوباره به طرف ما رو میکنه، ولی ملاحظات خود رو دارن. جمهوری اسلامی افغانستان، نخبگان افغانستان در ورای حمایت 42 کشور، من منتقد سیاست های اشتباهی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بودم، من مخالف روند توحه بودم، من مخالف اعطای افغانستان از طرف آمریکا به طالبان بودم، من مخالف سیاست های غلطی که از طرف بعض بخش های جمهوری اسلامی در افغانستان اعمال میشه بودم و هستم. آیا انصاف دارم که بگویم نخبگان افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طول 20 سال همه نخبگان آیا در برابر حمایت بین الملل، او زمانی که امریکایی‌ها آمدن وارد افغانستان شدن، در تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان، در تدوین قانون اساسی افغانستان، در ایجاد اجماع و انسجام ملی بین افغان‌ها تمام تلاش رو کردن؟ هیچ کسی اون مقطع اول رو از سال 2001 تا سال 2004 رو فراموش نمی‌کنه. ولی چه کسی ثروت ملی رو غارت کرد؟ چه کسی در درجه اول زمینه بازگشت طالبان رو فراهم کرد؟ چه کسی امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، ایرانی‌ها و منطقه رو از افغانستان و دولت افغانستان ناامید ساخت؟ چه کسی و چه کسانی همه را وادار کرد که امریکا بیاد پشت سر طالبان قرار بگیره؟ جمهوری اسلامی ایران بر اساس جبر پشت سر طالبان قرار بگیره، روس‌ها پشت سر طالبان قرار بگیره؟ آیا جمالی، کمالی در طالبان وجود داشت؟ من معتقدم هیچ جمالی در طالبان وجود نداشت، هیچ کمالی در طالبان وجود نداشت که منطقه و جهان از جمهوری اسلامی افغانستان صرف نظر بکنن و افغانستان و ملت افغانستان رو به طالبان بدن. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. عمده ترین دلیل سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان نخبگان افغانستان بود، حاکمان افغانستان. انگشت تهمت رو به ایران، به امریکا، به اروپا، به منطقه اول نسپرید. ما اول خود ما مسئولیم، ما مسئولیت داریم به عنوان ملت افغانستان، به عنوان نخبگان افغانستان. او فرماندهی که، او جنرالی که پول غذای سرباش رو دزدید و رفت در دبی عیاشی کرد، او عامل سقوط نظام شد.
او کسی که از بیت المال افغانستان به عنوان رئیس جمهور 800 میلیون دلار رو به طالب ها در مناسبات قومی اعطا کرد، او باعث سقوط نظام شد. او موجب شد که امریکایی ها بیان وقتی رئیس جمهور افغانستان چنین کار انجام میده، خب من چرا سرباز امریکایی رو برای جمهوری اسلامی افغانستان به تلفات بدم؟ وقتی جمهوری اسلامی ایران میبینه، وقتی روسیه میبینه، وقتی پاکستان میبینه، وقتی چین میبینه که سردمداران نظام جمهوری اسلامی افغانستان عامل اتصال طالبان به منطقه میشن، هر کدامش بخشی از طالبان رو به ایران، به روسیه، به چین، به امریکا، به انگلیس وصل کردن تا منافع شخصی خودشان رو در حوزه قومی، در حوزه مذهبی، در حوزه سیاسی، امنیتی تامین بکنن. ما منکر این که جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، منطقه، روسیه و چین که از روی اجبار یا به ویژه از طرف امریکایی ها در یک سیاستگذاری شیطانی با طالبا کنار آمدن، من به عنوان کسی که وسط این داستان وایستادم و زینف نیستم، قبل از این که به اشتباهاتی که منطقه و جهان انگشت بگذارم، من اعتقادم است که اشتباهات نخبگان افغانستان، سیاسیون افغانستان، کارگزاران جمهوری اسلامی افغانستان به مراتب بیشتر بود. این موجب شد که امریکایی ها دیگه نخواهن در افغانستان تلفات بدن. دیگه جمهوری اسلامی ایران شاید این پاسخش باشه. این پاسخ رو باید مسئولین جمهوری اسلامی ایران بدن. من سخنگوی اونا نیستم. ولی میتوانم این رو بفهمم که وقتی شما نخواهید مقاومت بکنید، ما به نیابت شما در داخل افغانستان مقاومت نمی کنیم. ولی الان که ملت افغانستان مقاومت رو شروع کرده، مقاومت رو ادامه داده، تثبیت کرده، طبیعتا شما میبینید که خیلی سیاست عوض شده. من اجازه ندارم و نمیفهمم چی خبر پشت پرده، ولی که این قانون طبیعته. در یک جایی که ظلم باشه، خداوند متعال همه ظرفیت ها رو به نفع مستضعفین علیه مستکبرین بسیج میکنه. اگر نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظامی است که دکترین تأسیسی آن حمایت از مستضعفین جهان هست، ظالم و مظلوم در افغانستان آدرسش مشخصه. قطعا جمهوری اسلامی ایران طرف مظلوم رو خواهد گرفت، نه طرف ظالم رو. ولی به شرطی که این مظلوم، به تعبیر آقا امیرالمومنین، به تعبیر قرآن، به تعبیر اهل البیت، بخواهد تظلم خواهی بکند، نه این که بر اساس اون که وفکنا مستضعفین فی الارض، وفقال ما ضعیف واقع شدیم، برایشون در قیامت گفته میشه که مثلا مگر عرض خدا واسع نبود؟ نمیتونی سنگرت رو عوض کنی، روشت رو عوض بکنی، برنامه رو عوض بکنی و در برابر یک توته بیستی؟ قبول بکنیم که بدنه در ارتش، بدنه در داخل پلیس، در سیستم امنیتی متحد به افغانستان بودن، ولیکن ساختار اکثر اون رأس هرم مدیریت فاسد بود و اون موجب شد که نظام جمهوری اسلامی افغانستان ساقط بشه. و الانم شاید اگر جنبندی بکنیم این استش که اگر نخبگان امروزی افغانستان، نسل نخبه امروزی افغانستان که تعلق نفسانی و تعلق هوایی و نگاه استخباراتی به قضایا ندارن و نگاه انسانی، نگاه ارزشی و نگاه دموکراتیک به قضایا دارن، کنار هم قرار بگیرن، منطقه و جهان کنار توریستا قرار نمیگیرن، کنار ملت افغانستان قرار میگیرن. ولی هفته ها میگذره، ماها میگذره، سیاسیون افغانستان حاضر نیستن با هم کنار بیاین. من در ویانا بودم، من پیام همه ملت ها رو، کشورها رو، دولت ها رو شنیدم. اونا گفتن شما اجماع کنید، شما یک حداقل اجماع سیاسی رو بین نخبگان افغانستان، سیاسیون افغانستان ایجاد کنید. ما به عنوان سازمان ملل، ما به عنوان غرب، ما به عنوان ایران، ما به عنوان روسیه، ما به عنوان جهان شما رو حمایت میکنیم. این پیام رو به ملت افغانستان و نخبگان افغانستان بگیرن که تا ما جمع نشیم، تا ما قوی نشیم، تا ما اراده مبارزه با طالب رو نداشته باشیم، دیگه امریکایی ها به نوبت از ما با طالب جنگ نمی جنگن. قرار نیست که ایرانی ها به خاطر ما یا به نوبت از ما برن به جنگ. اگر ما اراده کردیم که اراده کردیم، قطعا دنیا ما رو حمایت خواهند کرد. آقای مشکور، گفته میشه که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان، بخشی از واقعیت افغانستانه؟ بله، من مخالف نیستم. طالبان مثل
خیلی از احزاب جهادی که کارنامه درخشان دارن و کارنامه سیاه دارن. طالبان مثل کثیری از احزاب چپی که کارنامه درخشان دارن و کارنامه کثیف دارن. یک مجموعه هستش که بالاخره شناسنامه افغانی یا شناسنامه افغانستانی در جیبشان است. خیلی از اینا متولد افغانستان هستن. نمیشه گفت که اینها، شاید فکرشون وارداتی بوده، شاید اسلحهشون وارداتی بوده، شاید ماموریت‌های استخباراتیشون وارداتی بوده، ولی این انسان معاصر افغانستانه. باید بپذیریم که بالاخره اینا در مناسباتی که در افغانستان در سیستم‌های بدوی و قبیله‌ای وجود داره زمینه رشد داشتن و زمینه بقا داشتن. ولی من بارها در بحث‌های کلان اینو داشتم که در فرجام کار، در فرجام مقاومتی که ما امروز شروع کردیم، باید یک فکر اساسی بکنیم که این طالب تغییر ماهیت بده از یک گروه تروریستی، از یک گروه استخباراتی، از یک گروه مزدور، از یک گروه مسلح، به عنوان یک گروه وطنی مسئول داره فکر خاص خودش. و بعد اون فکر رو، اون اندیشه رو که نمیشه با تفنگ کشت، در دانشگاه‌ها، در حوزات مطرح بکنه، در آخر به رأی مردم بگذاره. اگر ملت افغانستان، من بارها عرض کردم، اگر ملت افغانستان در یک روند دموکراتیک و انتخابات آزاد به افکار و اندیشه‌ها و روش حکومتداری طالبان رأی بدن، منم اونو قبول دارم، اونو مشروع میدانم. ولی به زور سلاح، به زور آمریکایی‌ها، یا امروز به زور ایران، یا مثلا که مثلا خب شیعیان رو ایرانی‌ها بیان بسا وادار کنن بری شما با طالبان بیعت بکنید، این به نفع طالبان نیست، این به نفع افغانستان نیست، این به نفع ایران هم نیست. اگر کسی مثلا یک بخشی از جامعه افغانستان رو در اختیار خودش داره، اونو وادار بکنه که مثلا شما به خاطر این دلایلی که پیش ما هست برید به اصلاح، این به نفع طالبان نیست. بله، طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستش. اینها در کانتکست قومی پشتونی خیلی بازی میکنن. نمیگویم که همه پشتون ها طالب هستن، نمیگویم که همه طالبان پشتون هستن. به مرور زمان شما دیدید که اقوام مختلف با برگ طالب بازی کردن. آقای مارشال دوستم هم طالب ساز بود، نیروهای خودش رو به کوه میفرستاد، طالب میشد، دوباره دولت امتیاز میگرفت، اونا رو دوباره لباس نظامی میپوشن. سایر احزاب، سایر جریان‌های سیاسی در افغانستان متاسفانه برای اهداف شومشان همیشه طالب سازی کردن. ولی متاسفانه اینو برادران پشتون ما هم میگن که گویندگان، سخنگویان، آمران، حاکمان، اکثریت اینها خب متاسفانه از جنوب و از مشرق افغانستان میان و طبیعتا اونا یک بخش از واقعیت افغانستان است. طبیعتا انتظار ما این است، توقع ما از الیت پشتون این استش که اجازه ندهن که طالب به عنوان یک واقعیت نماینده مردم شریف پشتون در مناسبات سیاسی باشه. این فکر طالبی در بین پشتون ها اکثریت نیست. با زور سلاح خود را نماینده پشتون معرفی کردن و امروز هم با کارت قومی بازی میکنن. در حوزه فارسی ستیزی که دانشگاه نگویید، دانشجو نگید، بیمارستان نگید، این نگید، این نکنید، این بیشترش این که برای این استش که بخشی از توده های عوام بی سواد رو از اقوام پشتون ما به طرف خود جلب بکنن. ولی باورم این استش که به مقداری که طالب فارسی ستیز بوده، به مقداری که طالب شیعه ستیز بوده، به مقداری که طالب ایران ستیز بوده، به همون مقدار یا بیشتر از او طالبان پشتون ستیز هم بودن. اگر آقای مزاری رو به عنوان رهبر یک جریان قومی و مذهبی، از آقای شهید عبدالعلی مزاری رو مظلومانه کشتن، پارالل دکتر نجیب الله که از بزرگان قوم پشتون بود، یک زمان رئیس جمهور دولت دموکراتیک خلق افغانستان بود، او رو هم طالبا کشتن. حاج عبدالقدیر رو کشتن. من امروز از اقوام اچکزی قندهار امروز خبر تازه رو دارم که در طول 2 سال گذشته جناب آقای نوبری، این یک نوع نسل کشی است علیه قوم اچکزی. ما دیروز از نسل کشی هزاره ها میگفتیم، از اشتوب جنوساید هزاره شیعه میگفتیم، ولی امروز باید من در رسانهشون بر اولین بار اعلام بکنم 4500 نفر انسان، زن و مرد فقط از قوم اچکزی پشتون در ایالت قندهار رو طالبا کشتن. اینا پشتون هستن. ولذا هیچ وقت طالب نمیتواند بنان واقعیتی که نماینده پشتون باشه، بل یک واقعیت مسموم، یک واقعیت مشعوم که دین رو به گرو گرفته، نظام رو به گرو گرفته، روابط سیاسی منطقه رو به گرو گرفته. ببینید الان
شاید بگم اراده امریکایی هم در گرو طالبان قرار گرفته. الان شاید بسیار بگم که بخشای از ایران هم تا همین موزیگرایی که متاسفانه امروز و دیروز از بعض مسئولین دیدیم یک نوع همه رو گروگان گرفتن. اولین تقاضای ما قطعا این خواهد بود که الیت پشتون، نخبگان پشتون، علمای پشتون، روشنفکران پشتون، دیوان سالاران پشتون اجازه ندن که طالب با عنوان واقعیت مراده با پشتون در مناسبات اجتماعی و سیاسی داخل وسط منطقه مطرح بشه. بله، یک بخش از واقعیت هست و داخل افغانستان در کوتاه مدت با مقاومت، در دراز مدت با یک پروسس جامعه شناختی، روان شناختی، آسیب شناختی خیلی دقیق با این واقعیت باید تعامل بکنه. حتما به واسطه اینکه خب در واقع افغانستانی هستید، مطلعید از در واقع نگاه های مردم افغانستان نسبت به طالبان در داخل افغانستان. به نظر شما چند درصد از مردم افغانستان موافق حکومت طالبان است؟ من بر اساس هم روش استقرا و هم بر اساس روش تحقیق میدانی به شما عرض میکنم. شما یک شهروند ایرانی هستید. گفته میشه که 8 میلیون شهروند افغانستان در ایران هست. درسته؟ بله. اگر ملت کل جمعیت افغانستان چقدر هستش؟ 35 میلیون، 36 میلیون. 8 میلیون چند دهم ملت افغانستان میشه؟ میشه بودن یک چهارم. ببینید حداقل یک چهارم یا یک پنجم ملت افغانستان در ایران. شما میبینید که اینا طالبان رو نمیخوان. اگر طالبان رو اینا میخواستن یک روز اینا در ایران نبودن و مزاحم شما نبودن و رنج غربت و بدبختی رو تحمل نمیکنن. میلیون ها نفر دیگه در اروپا آواره شدن، به پاکستان آواره شدن و الان شلوغ ترین جای مقابل ادارات پاسپورت هستش. طالبان ادعا میکنن هفته 200 هزار پاسپورت، هفته 200 هزار پاسپورت دارن صادر میکنن. یعنی چی؟ یعنی 200 هزار شهروند افغانستان هر هفته پاسپورت بگیره که افغانستان بره بیرون. در کجای دنیا این سابقه ده؟ در آلمان چنین اتفاق نمیفته. یعنی کوچ اجباری، کوچ نخبگان و این سیل مهاجرتی که شما الان دم سفارت جمهوری اسلامی در کابل ببینید، در مزار ببینید، شما صدها هزار انتراقی که به سازمان ملل از طریق ملت افغانستان داده شده شما رو ببینید. اگر فرصت فراهم بشه من معتقدم ظلم و جور و سیستم فاسد حکومتی طالب به گونه ای است که از 36 میلیون جمعیت افغانستان من فکر کنم شاید 32 میلیونش حداقل از افغانستان آواره بشن. من با اطمینان میگم که اکثریت ملت افغانستان اگر جعفری هستن طالب رو دشمن خود میدونن، اگر حنفی اعتدالگرا هستن اینها رو آسیب فکر و اندیشه و مذهب خودشون میدونن، اگر دموکرات هستن و 20 سال دوره جمهوریت رو تجربه کردن 50 درصد ملت افغانستان زن هستن. حالا شما اون تحقیق میدانی یا اون روش استقرایی مهاجر رو کنار بگذارید، 50 درصد ملت افغانستان زن هستن. زنان تظاهرات میکنن. همین دیروز شما دید زنهای افغانستان در شهر کابل کلیپ درست کردن. آواز نیست، صدا نیست، هنر نیست، کار نیست، شغل نیست. زن به هیچ وجه حتی اجازه تحصیلات متوسطه و عالی نداره. چه بسا که اجازه. شما حتی ببینید که به کارمندان زن سازمان ملل متحد با همه فشار سازمان ملل متحد آورد، طالبان اجازه کار ندادن. وقتی 50 درصد زنان افغانستان ناراضی هستن، 50 درصد ملت افغانستان به عنوان زن ناراضی هستن، امروز شما ببینید زندان پل چرخی پر است از مردم پنجشیر. یک پنجشیری به خاطر مقاومت، یک تاجیک به خاطر مقاومت زندانی میشه، اقوام زندانی میشن. شما برید دروازه زندان پل چرخی رو باز بکنید، اکثریت زندانی ها جوانانی هستند که فقط به جرمی که پشتون پنجشیری هستن زندانی شدن. ده ها هزار جوان پنجشیری، مگر همه ایش پنجشیری چقدر جمعیت داره؟ ده ها هزار جوان پنجشیری الان در زندان پلچرخی هستن. همی هفته تعداد جوانانی که رده مرش شده بودن یا جوانانی فکر میکردن که شاید به اینا کسی کار نداره تا وارد کابل شدن، اینا رو بردن، طالبان رو بردن. طالبان به هیچ وجه اینو همه میفهمن مرزی ملت خدا ملت افغانستان نیستن. طالب ها انقدر از ما کشتن، طالب ها انقدر در افغانستان ظلم کردن، از یک اولنگ
که در یک روز جناب آقای نوبری 700 شیعه رو سر بریدن. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نمیگن در یک هفته در مزار شریف طالبان 5000 شیعه و هزاره رو قتل عام کردن. طالبان گفتم از پارسال تا امسال 4500 پشتون اچکزی رو در قندهار کشتن. هیچ جای افغانستان وجود نداره، هیچ دلی جگری در افغانستان وجود نداره مگر اینکه ظلم و جنایت طالبان اونا رو کباب کرده باشه. کدام انسان با غیرت با عزت افغانستانی یا افغانی وجود داره؟ کدام پشتون، کدام هزاره، کدام انسان روشن فکر، کدام انسان اعتدالگرا، کدام انسان عقلگرا که 4 تا جاسوس مزدوری که لنگوت های کسی بر سر خود کردن و تمام نظام اداری افغانستان رو اشغال کردن، معدن افغانستان رو در اختیار اژدهای چینی قرار دادن و هر روز به عنوان ملت افغانستان، به عنوان دولت افغانستان، به عنوان کشور افغانستان یا برای ایران مزاحمت ایجاد میکنن یا برای پاکستان مزاحمت ایجاد میکنن یا برای تاجیکستان مزاحمت ایجاد میکنن. هیچ افغان یا افغانستانی مسئول چین حکومتی رو نمیپذیرد، چین دولتی رو نمیپذیرد و روز به روز برای همه افکار عمومی ثابت خواهد شد. برخلاف بعضی از یوتیوبرهایی که متاسفانه از بعد شبکه‌های استخباراتی پول میگیرن تا بیان بگن که ملت افغانستان طالبان رو میپذیرن، من به اینا توصیه میکنم که تمام این سخنان شما ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتیب، خصوصا بچه هایی که در داخل ایران هستن، من به اونها توصیه میکنم شما در دل یک نظام و یک فرهنگ و یک تمدن ولایی دارید یزید رو تبرئه میکنید، دارید شم رو تبرئه میکنید، دارید جایگاه حسین و یزید رو دارید تغییر میدید و این ننگ برای تاریخ شما میمانه. این دوره میگذره. من یادم میاد جناب آقای نوبری دوره فطرتی که دوره طالبان اولی که هنوز نظام جمهوری اسلامی ایران به یک دریافت از حقیقت طالبان نرسیده بود. من شاهد و داستان هستم. جامعه ایران هیچ شناختی از طالبان نداشت تا در طالبان به دروازه کابل رسیدن، تا کابل رو تسخیر کردن. خیلی ها در جمهوری اسلامی ایران میگفتن خب یک واقعیت یک حزب مثل بقیه احزاب است. من اون زمان گفتم، در کتابم نوشتم، بعد از کارشناس ها از ستاد پشتیبانی تا دفتر رهبری تا جاهای دیگه اونا زنده هستن. من به اونا گفتم این پروژه کلانیست علیه کل منطقه به ویژه علیه شما ایرانی ها. دوستان باور نکردن تا زمانی که دیپلمات های شما رو در مزار شریف کشتن، معاون سپاه قدس شما رو کشتن، خبرنگار شما رو کشتن و حرمت زمین و خانه شما رو، کنسولگری شما رو در مزار شریف شکستن. اون زمان افکار عمومی، دولت مردها، ارتش، سپاه، همه و همه متوجه شدن که با یک خطر بزرگی مواجه شدن. بعضا ما تصمیم گرفتن که کنار ملت افغانستان به شکل جدی قرار بگیرن و سردار دلها شهید سلیمانی رفت وارد افغانستان شد در برابر طالبان، ملت افغانستان رو حمایت کرد، تجهیز کرد و تا آخرین روزی که طالبها ساقط شدن سردار سلیمانی رحمت الله علیه ملت افغانستان رو تنها نگذاشت. این طالب همون طالب است، منافق تر شده، زرنگ تر شده و خصوصا هم در داخل حوزه افغانستان استاد تحمیق توده هاست، استاد تحمیق ساده باور هاست. انسانی که تفکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه، میدان در دستش باشه، میفهمه که طالب غیر قابل اعتماد است. من حس میکنم درد درونی شما رو، من حس میکنم حسرت شما رو. انشالله که مشکلات به خوبی برطرف بشه، انشالله که همه کشورها، اگر همه مردم، اگر ظلمی بهشون وارد میشه این ظلم برطرف بشه. ممنونم ازتون جناب آقای مشکو. آقای نوبری، تاریخ بعضی وقتا خیلی تلخ تکرار میشه. من یادم میاد اون زمانی که به بزرگان شما، به مسئولین شما میگفتم چنین خطری در افغانستان هست، کسی باور نمیکرد. تا بعدش آمدن سراغ ما که شما راجع به طالب کتاب بنویسید، جز بنویسید. من اون زمان جریان پشتاب طالبان و بعضی از دوستان نوشتیم.
اون دخل اولین رساله فارسی، کار فارسی بود که دوستان در سطح افکار عمومی یا کتابخانه ها یا نهادها راجع به طالب ایشون گفت در اون زمان از زبان ما باور کردن و فهمیدن. 22 ماه هست اون پازل تلخ تاریخ دوباره تکرار شده. من 22 ماه هست که این روزها رو پیش بینی کردم. الان خوشحالم، متاسفانه خوشحالم، سردار حاجی زاده برخلاف این که بعضی از بزرگان میگفتن، دوستان میگفتن، عزیزان میگفتن که نه اینا جریان زد امریکایی هستن، ولی که سردار موشکی ایران میاد بگه نه این پروژه امریکایی است. و من بارها گفتم که رهبر شما 12 بار گفت که این پروژه امریکایی است. چرا گفت این پروژه زد امریکایی است؟ چرا ما رو گفتید که اینها اجنت امریکا هستن؟ ما امریکایی هستیم؟ خیلی تلخ تکرار میشود تاریخ که ما بین حسین و بین یزید، بین حق و بین باطل، بین ظالم و بین مظلوم بصیرت نداشته باشیم و ظالم رو مظلوم و حق تلقی بکنیم و مظلوم مستحق دفاع رو در جایگاه متهم بنشانیم. اوضاع عوض شده. من هم به ملت افغانستان عرض میکنم، هم به ملت ایران عرض میکنم، این دوره 22 ماه دوره خیلی سختی بود برای ملت افغانستان. امیدوارم که دو کشور ملت ایران و افغانستان در این مقطع خاص از تاریخ با فهم درست از مناسبات فرهنگی، تمدنی، همکیشی، همزبانی دو کشور ملت و فهم درست از مؤلفه های ژئوپلیتیکی که بین دو کشور ملت وجود داره بتونن این بحران رو مدیریت کنن. من در کلاب هاوس شما اون شب بودید، گفتم که دوستانی که در طول این 22 ماه تهدید رو مدیریت کردن من به اونا نمره قبولی میدم. اینو تکرار میکنم که ثبت تاریخ بشه. عزیزانی که وقت گذاشتن تهدید رو مدیریت کنن، نمیگم شاهکار کردن، آنچه که در توانشون انجام دادن که تهدید توسعه پیدا نکنه مدیریت کردن، این ثبت تاریخ شده. اما برخی از یوتیوبرها، برخی از اهالی رسانه کردن، گلایه ما از اوناست که ساحت تمدنی، ساحت ارزشی، مکتب خمینی رو، اندیشه ولایی شما رو متاسفانه با تحلیل های سطحی، با شعارهای پوپولیستی و ادبیات لمپنی ملوث کرده. من امیدوارم که با حکمت، با عزت، با مصلحت، این چیزی که ما شما رو با هم پیوند میده، من دکترین عزتم قبول دارم، دکترین مصلحتم قبول دارم، اما اینا به تعبیر آقای خامنه ای از هم جدا نمیشه. هم عزت باید باشه، هم حکمت باید باشه، هم مصلحت باشه. اگر مصلحت بود عزت نبود، اون مصلحت میشه همون سازشی که در فلسطین دیگران مطرح کردن. ما چنین مصلحت رو نمیخوایم. ما حکمت و عزت و مصلحت هر سه رو با هم تا از این بحران عبور بکنیم. انشالله که همه وفاق داشته باشن که بتونیم هم با حکمت که بدانیم لایه های پنهان، نظام شما شاهد بودید، شنوندگان و بینندگان دو کشور ملت افغانستان حرف از من شنیدن، از یک مخالف طالب، که من هم در اون زمان در دوره آقای خاتمی نوشتم و گفتم و الانم تکرار میکنم، مخالف جنگ جمهوری اسلامی ایران با طالبا بودم و هستم و مخالف حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان بودم و هستم. اما خواهان در ویانا هم عرض کردم، الان تکرار میکنم برای مخاطبان شما، ما به عنوان ملت افغانستان دست استمداد رو به طرف همه ملت ها و دولت های آزاده جان در مبارزه با تروریسم کور طالب و داعش و طالب پاکستانی و طالب تاجیکی و بلوچ تجزیه طلب ایرانی در برابر یک مجموعه که ملت افغانستان به توانایی در برابر فتنه ترکیبی، این تروریسم ترکیبی توان مقابله نداریم. ولی ما به تعبیر اون سردار دلها، ما قطعا اگر فضل خدا شامل حال ما دوباره بشه، در درون یک تحول ایجاد بشه، شایسته این مبارزه مقدس در برابر توریسم باشیم و منطقه و جهان ما را حمایت کنه، بله مرد میدان خود ملت افغانستان هست. ما در گذشته توانستیم روس شکست بدیم، ما در گذشته توانستیم توریسم شکست بدیم، ملت افغانستان این توانایی رو داره در پرتو اجماع، انسجام، حضور میدانی و
و تجربه ای که از مبارزه اول با طالب داریم. شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه. نان هر دو کشور ملت ایران و افغانستان گرم باشه، آبتون همیشه سرد باشه، عزت دو کشور ملت ایران و افغانستان مستدام باشه، انشاءالله که فضا آنقدر آرام بشه که ویزا برداشته بشه، دیگه نیازی نباشه که شهروند افغانستانی به ایران با ویزا بیاد، شهروند ایرانی به افغانستان با ویزا بیاد. تشکر و قدردانی میکنم از شما جناب مشکور. خیلی دوست داشتنی صحبت میکنید، خیلی دلچسب صحبت میکنید، لذت بردیم از حضور شما. ممنونم از عزیزان و بینندگان محترم برنامه یوتیوبی چالش برتر. یک برنامه دیگه حتما باید با جناب مشکور عزیز داشته باشیم همراه سایر دوستان تا بتونیم که یک بررسی دقیقی داشته باشیم، چون آقای مشغول بالاخره خیلی وارد و مسلط به مسائل افغانستان است. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.